با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. پنجه یوزها روی سر سامورایی ها پیروز ایران سربلند ایران تیم ملی فوتبال ایران با برتری برابر ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های های آسیا 2020 و, و گام به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها گذاشت. تیم ملی فوتبال ایران پس از موفقیت در گروه جام ملت‌های آسیا که سه پیروزی متوالی مقابل فلسطین، هنگ کنگ و امارات به دست آورد و در مرحله یک هشتم نهایی رقابت سختی برابر سوریه انجام داد و در ضربات پنالتی به برتری رسید، امروز در جدال با ژاپن شوکه شد و در دقیقه 28 با گل هیدماسان موریتا عقب افتاد. اما در نیمه دوم شاگردان امیر قلعنوی کاملا متفاوت نشان دادند و توانستند در دقیقه پنجاه و پنج روی پاس در عمق استثنایی سردار آزمون و ضرب تمام کننده محمد محبی گل تصاوی را بزنند. حملات ملی پوشان ایران پس از زدن گل تصاوی با ارائه نمایش چشم نواز تا ثانیه آخر ادامه پیدا کرد و در وقتهای اضافه محمد حسین کنانی زادگان با حضور در محوطه جریمه ژاپن پنالتی گرفت و علیرضا جهانبخش آن را تبدیل به گل کرد تا تیم ملی به مرحله نیمه نهایی جام ملت برسد. گزارش لحظه به لحظه از دیدار تیم‌های ملی ایران و ژاپن را در همین صفحه دنبال کنید. جام ملت‌های آسیا 2023 مرحله یک چهارم نهایی. شنبه 14 11 1402 ساعت 15 ورزشگاه اوجوکیشن سیتی اولریان داور مانینگ چین کمکا آنتون شدینین و اشلی بیچام استرالیا داور چهارم محمد نزمالدین مالزی داور و کمک داور ویایار سیواکون پودوم تایلند و محمد تقی سنگاپور شرح گل ایران صفر ژاپن یک دقیقه 28 هیدماسا موریتا موریتا با نفوذ از سمت چپ زمین و یک دو با آیاسه اوویدا به راحتی از بین مدافعان ایران عبور کرد که شوت زمینی او و دفع اشتباه بیرانوند منجر به گل اول ژاپن شد ایران یک ژاپن یک دقیقه 55 محمد محبی پاس رو به جلوی رامین رضاییان به پشت محوطه جریمه برای سردار آزمون را این ستاره ایران پس از چرخش و پاس در عمر استثنایی به محمد محبی رساند تا این بازیکن با شوت زمینی دروازه ژاپن را باز کند و گل تصاوی را بزند. دیوی سیزده پاس در عمق زیبای عزت اللهی و شوت فنی و تماشایی علیرضا جهانبخش با اختلاف کم از روی دروازه ژاپن به بیرون رفت. دقیقه هفته، دریبل سارپا و شوت پای چپ محکم زمینی عزت اللهی در اختیار زیون سوزوکی قرار گرفت. دقیقه 21، توپ ارسالی از جناه چپ زمین به محوطه جریمه ایران را شجاع بالاتر از مهاجمان ژاپن به کرنر فرستاد تا خطر برطرف شود. دقیقه 27، پرتاب اوت از سمت راست زمین به محوطه جریمه ژاپن و ضربه سر شجاع در دستان سوزوکی قرار گرفت. دقیقه 29 شوت پای چپ سردار آزمون در موقعیت آفساید را مدافعان ژاپن دفع کردند. دقیقه 39 فرار عالی سامان قدوس پشت مدافعان ژاپن و شوت روی پای او با کمترین فاصله از کنار تیرک عمودی دروازه ژاپن به بیرون رفت. دقیقه 42 سرتوپ و ارسال خطرناک سامان قدوس از جناه چپ به مقابل تیرک دوم نزدیک بود با ضربه سردار آزمون تبدیل به گل شود که توپ با او فاصله داشت. و از مقابل پای مهاجم ایران رد شد. دقیقه 49 شوت راه دور میلاد محمدی دقت لازم را نداشت و با اختلاف از دروازه ژاپن به بیرون رفت. دقیقه 50 سردار آزمون در موقعیت آفساید صاحب یک موقعیت عالی شد که شوت او در فرصت تک به تک را سوزوکی و در ادامه مدافعان ژاپن دفع کردند. دقیقه 50 ارسال توپ از جناه چپ زمین به محوطه جریمه ژاپن و ضربه سر شیرچهای آیاس اویدان نزدیک بود تبدیل به گل شود که با خوششانسی بیرانوند از روی دروازه ایران به بیرون رفت دقیقه سه، فرار دیدنی سردار با یک پاس بلند به پشت مدافعان ژاپن را آزمون با سرعت بالا تبدیل به موقعیت جدی کرد و وارد محوطه جریمه شد که دو سر توپ پیاپی و چشمواز و شوت محکم او به زاویه مخالف تبدیل به گل شد اما افساید میلیمتری مهاجم تیم ملی با وی‌آی‌آر اعلام شد. دقیقه 67 ارسال رامین رضایان از جناه راست زمین به مقابل تیرک دوم و ضربه سر شیرچهای محمد محبی به تور کنار دروازه ژاپن خورد تا نیمکت ایران آه و افسوس بکشد.